معاش کارمندان بودجوی و نفقه بازنشستگان در سال 2018 زیاد می شود. با این خاطر در طرح بودجه سال 2018 تاجیکستان مبلغ های اضافی پیش بینی شده است. در وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 2 نوامبر در این رابطه گفتند در بودجه سال آینده برای ایندکساسیا و یا بالا بردن معاش کارمندان بودجوی مبلغ پیش بینی شده است. هنوز معلوم نیست معاش کارمندان بودجوی چند درصد بالا می رود، چون در وزارت مالیه می گویند به سطح تورم امسال بستگی خواهد داشت که موافق به آن معاش ها ایندکساسیا و یا بازبینی می شوند. بنابر پیش بینی بانک ملی تاجیکستان تا آخر سال سطح تورم و یا اینفلاسیا به 7% می رسد و احتمال می رود معاش کارمندانی که از بودجه دولت پرداخت می شوند به همین اندازه بالا برده شود. این زمان طرح بودجه نو به بررسی وکیلان مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است و 2 نوامبر مسئولان وزارت مالیه، انداز و گمرک در مجلس نمایندگان بندهای طرح نو بودجه را به وکیلان مجلس شرح دادند. در حالی که مقامات برای بالا بردن معاش در طرح بودجه نو مبلغ اضافی پیش بینی کردند، بودجه تاجیکستان برای سال آینده با چند چالش جدی روبرو است. اینک سال سوم است که نقشه درآمدهای بودجه از حساب پرداختهای گمرکی اجرا نمی شود. در 10 ماه سال روان از حساب گمرک به بودجه کشور در حجم 212 میلیون سومانی مبلغ کمتر از نقشه وارد شده است. آخر هفته گذشته مسئولان دولت در نزد وکیلان از اجرای بودجه سال 2017 گزارش دادند. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان گفت 32 ناحیه در تاجیکستان خزینه بودجه را پر کردن نتوانستند. علاوه بر این در برخی از ناحیه های جمهوری کارمندان هنوز معاش ماه ایول و اوگوست را نگرفتند. اطلاعی که مسئولان دولت به وکیلان دادن حاکی است که در ناحیه وحدت کارمندان بودجوی هنوز از ماه ایول به این سو معاش خود را نگرفتند و قرض معاش در این ناحیه به بیش از 5 میلیون سومانی میرسد. عینی چنین وضعیت در ناحیه تورسونزاده نیز به چشم میرسد. در این ناحیه بیش از 3 میلیون سومانی معاش کارمندان بودجوی از ماه اوگوست به این سو پرداخت نشده است. چالش دیگری که در نزد بودجه سال آینده میستد قرض افزاینده خارجی است که با فایزهایش از حساب بودجه کشور پرداخت می شود. فعلا قرض خارجی تاجیکستان بیش از 2.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند افزایش قرض خارجی دولت و فایزهایش بودجه را در مبلغ گذاری معارف تندرستی و بخش اجتماعی دست کوتاه می کند. بنابر طرح پیشنهادی درآمد بودجه تاجیکستان در سال آینده 20 میلیارد و 643 سومانی و خراجات خیلی بیشتر از آن 20 میلیارد و 977 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. درآمد بودجه در سال جاری کمی بیش از 19.5 میلیارد سومانی بود و قسمت درآمد بودجه امسال یک بار 2 میلیارد سومانی بیشتر شده است. اما اقتصاددان ها در تاجیکستان می گویند به یک بارگی بیشتر کردن نقشه درآمد بودجه تا به 2 میلیارد سومانی برای انداز سپرندگان دشواری ایجاد خواهد کرد. اقتصاددان ها می گویند بودجه باید در شرایط شفاف و بررسی متخصصان گذاشته شود تا که اعضای جامعه هم توانند در مؤثری صرف و خرج مبلغ ها سهم گذار شوند.